ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما هموطنان بسیار نازنینم. سعید سکویی هستم که از طریق آنتن جهانی تلویزیون آریا مهر که از شهر لس آنجلس کالیفرنیای جنوبی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان به خونه شما هموطنان بسیار خوب و نازنینم میام. ساعت 12:40 بعد از ظهر روز شنبه 10 ماه ژانویه سال 2009 میلادی است. 2:40 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیویورک، واشنگتن، قسمتی از خاک کانادا، تورنتو، 9:20 اروپای مرکزی، آلمان، 8:20 در لندن، 11:40 معذرت میخوام 10:40 شب به وقت تهران بزرگمون هست. عرض ادب و احترام دارم خدمتون. روی ماه تک تک شما عزیزانم، هموطنانم، هممیهنانم رو هزار بار از راه دور میبوسم. امیدوارم که ایام پایان هفته رو دارید با شادکامی و سلامتی میگذرونید. امروز نیست نظیر 6 روز گذشته در هفته. این اجازه رو به خودم دادم تا با کسب اجازه از حضور تک تک شما عزیزانم چند ساعتی رو با شما هموطنان خوب و محترم هم باشم. امروز برنامه ما یک مقدار طولانی تر خواهد بود. البته هر روز طولانی است، 3-4 ساعت در خدمتون هر روز هستم. اما امروز یک مهمانی داریم که چند روز پیش یک هموطنی به من زنگ زدن و مقدمات نشست با یک هموطنیمون که چند سال کوتاهی از ایران به خارج از کشور اومده، یکی از دانشجویانی که در زندانهای رژیم بوده، جناب آقای منوچهر محمدی، که از ساعت تقریبا 1 بعد از ظهر امروز با ایشون میشینم صحبت میکنم. اولین باری است که با یکی از دانشجویانی که از درون زندانهای ایران به خارج از کشور اومدند یک نشست، یک گفتمان رک بدون رو در بایستی در محضر شما هموطنان بسیار نازنینم خواهم داشت. حضورتون عرض کنم که من بارها خدمتون عرض کردم که در فردای آزاد ایران دست آخوند، دست روزخون، دست دکاندار دین، من یه مقدار صدا میاد تو استیدیو، اون صدا رو هر جا هست ببندید، دست آخوند، روزخون، زیارت نام خون، این دکانداران کثیف و خونخوار باید در فردای آزاد ایران تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای در فردای آزاد ایران کوتاه باشه. در رژیم، در نظام، در حکومتی که در فردای آزاد ایران ملت ایران در یک رفراندوم ملی مردمی با نظر نهادهای بین المللی رأی خودشون رو به صندوق ها می‌ریزند و رژیم آینده ایران رو، نظام حکومتی آینده ایران رو تعیین می‌کنند، آخوند هیچ گونه نقشی در فردای آزاد ایران نخواهد داشت. میدونید من با کسی شوخی ندارم، من با الله محمدش هم شوخی ندارم، چه برسه بنده هاش. یک تحلیل، یک تفسیر، یک مقدمه ای رو خدمتتون عرض میکنم که از روزی که این نابکاران، این کسافت ها، این پتیاره ها، این حرومزاده ها کشور ما رو اشغال کردن، دکانداران دین، این حرامزاده ها، ببینید چه بلایی سر هموطنان ما با هر دین و آیین و کیش و مذهبی آوردند. و بعد برای شما در یک تحلیل گونه خواهم گفت که در فردای ایران حتی اگر ملت ایران به یک نظام پادشاهی پارلمانی رأی بدن، دیگه بساط سفره آخوند، نمیدونم 5 تا از این کرخرای مفخور مثلا در حکومت نمیدونم نظارت بکنن و این کارا رو بکنن، این حرفا رو نداریم. این پتیاره ها، این مفخورها با رفتن حکومت اسلامی با پسگردنی برمیگردن اونجایی که بهش تعلق دارد. هر کی هم از حرفای من خوشش نمیاد، خصوصا اون چمدون کشای اتحادیه اروپا، آقای سکویی به روحانیت توهین میکنه. روحانی خوب روحانی مرده است، آخوند خوب آخوند مرده است. ما ذات کثیف این حرامزاده ها رو در طول 30 سال گذشته بهتر از 1400 سال گذشته شناختیم.
رژیم کثیف، خونخوار، فاشیستی دینی و اشغالگر اسلامی جنبه های دینی خودش رو، دکانداری مذهبی خودش رو آشکارا شدت بخشیده. نگرانی ها از تلاش های سرپاسدار هزار تیر احمدی نژاد در راه آنچه که اونها او رو پاکسازی دینی میخوانند در عرض بیش از 3 سال گذشته و در طول 30 سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرد. سرکوب گروه های دینی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کشور ماست. جامعه بزرگ مسیحیان فارسی زبان امروز به عنوان بزرگترین اجتماع مسیحی در ایران شناخته می شود. در طول 2-3 سال گذشته حکومت جهل و جنون و خون، حکومت واپسگرایان، حکومت دوران عصر قهرنشینی، عصر حقارت، بندگی، مافیایی که کشور ما رو 30 سال اشغال کرده، حکومت مذهبی ایران به دستگیری، فشار، ایجاد ربع و وحشت در میان ایمانداران و نوکیشان مسیحی که به فعالیت‌های کلیساهای خانگی در کشور می‌پردازند ادامه داده و این در حالی است که نوکیشان مسیحی در صورت دستگیری مورد فشارها و انواع آزارهای روحی و جسمی متناوب قرار می‌گیرند. ای مردک، ای کسافت، ای خامنه ای، ای حرامزاده، تو خیال میکنی من برات آرزوی سلامتی میکنم؟ چون باید باشی تا جواب ماها رو بدی، جواب ملت ایران رو بدی. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. نوکیشان مسیحی در صورت دستگیری مورد فشارها و انواع آزارهای روحی و جسمی متناوب قرار می گیرند. روزها و هفته ها در بازداشت انفرادی به سر می برند. این افراد برای آزادی نیز مجبور به تهیه مبالغ گزافی به عنوان وثیقه می شوند، مشروط بر اینکه امکان دستگیری مجدد آنها در صورت برگزاری جلسات عبادتی و یا در میان گذاشتن عقاید خودشون با دیگران وجود نداشته باشه. امروز در کشور من هر کس به اندازه یک جو مغز تو این کاسه سرش داره، از این اسلامی که نماینده الله سید علی خامنه ای و یک مش پتیاره بیناموز نظیر اون هستند طرفدار دارند، فراری هستند. با روی کار آمدن پاسدار هزار تیر احمدی نژاد به ریاست جمهوری منتصب از طرف طیف مافیایی ولی فقیه، حکومت جنبه های دینی و مذهبی خودش رو هر روز بیشتر آشکار میکنه. نگرانی ها از تلاش های دولت جنایتکار احمدی نژاد در راه آنچه پاکسازی دینی خوانده میشه در عرض بیش از 3 سال گذشته ده ها بار افزایش پیدا کرد. در گزارش منتشره از سوی خبرگزاری مسیحی کمپس دیرکت نیوز که می نویسد رئیس جمهور منتصب ولی فقیه در آغازین ماهای کار خودش و در یک سخنرانی در جمع کثیری از اوباش و اراذل که آنها را مقامات کشوری ام از استانداران و فرمانداران استانها و شهرستانها، تک تک این استانداران، این فرمانداران بچه فاحشه های کسافتی هستند که دستشون به خون ملت ایران آلوده است. به این نکته این جانی احمدی نژاد اشاره میکنه که باید به قلع و قمع جوانه های مسیحیت پرداخت و در ادامه سخنانش اضافه میکنه من مسیحیت رو در ایران متوقف خواهم کرد. تناب دار رو رو گردن تو کرخار احمدی نژاد من میبینم. نشریه کریستین پست که اخبار و گزارش های مربوط به امور مسیحیان رو در سطح بین المللی منتشر میکنه ایران رو از نظر آزار و اذیت و شکنجه و ارعاب مسیحیان در جهان در رتبه دوم قرار داده و کمیسیون آزادی بین المللی ادیان که نهادی مستقل و مستقر در آمریکاست، جمهوری کثیف، خونخوار،